عناوین اصلی: درگیری مجری تلویزیون با شهردار لات و بی سر و پا. تهدید رئیس اتاق بازرگانی توسط قالیباف به دلیل افشاگری. و 80 جنگنده اسرائیلی مسیر اسرائیل تا تهران را طی کردند. به کیوسک خوش آمدید. درود فراوان به شما همراهان کانال خبری کیوسک. شب شما بخیر. درگیری مجری تلویزیون با شهردار لات و بی سر و پا، رفتار زشت شهردار آبادان و توهین به شعور مردم باعث واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های مجازی شده است. این شهردار به مجری صدا و سیما در پخش زنده میگوید رسانه باید حد و حدودش رو بشناسه. مجری پاسخ می‌دهد حد و حدود را برای ما مردم مشخص می‌کنند و ما با حد شما آشنا نیستیم و شهردار تهران با حالتی تهدیدآمیز و ادبیات مسئولان فاسد رژیم می‌گوید تشریف بیارید دفترم تا خط قرمز رو تعریف کنم براتون. سر اینه که بسیاری از مشکلاتی که مردم مطرح می‌کنند در برنامه برمیگره به حوزه شهرداری و ما از شما همیشه دعوت کردیم، خواهش کردیم، اونم با احترام که انشالله جوابگو باشید. حالا ما همیشه جوابگوی رسانه محترم هستیم تا زمانی که رسانه حد خودش رو نگهداره. مطمئن باشید ما جزء وظایفمون جوابگوی. خب بسیار خوب، بسیار خوب. بحث بین من و شما اصلا نیست. مطمئن باشید که برنامه باسا و یا دیگر همکاران ما در رسانه ملی، ما مطالبه گر هستیم و مطالبات مردمی رو حد و حدود ما مردم دارن مشخص میکنن آقای شهردار و ما خدای نکرده این تا زمانی که خط قرمزا رد نشود من شخصا در خدمت. بله حالا من خط قرمز شما رو نمیدونم و نمیشناسم. قربان شما، ممنونم، متشکرم. خدا نگهدار. من خط قرمز تعریف می‌کنم براتون. تهدید رئیس اتاق بازرگانی توسط قالیباف به دلیل افشاگری. قالیباف انتقادهای رئیس اتاق بازرگانی از مجلس را با تهدید پاسخ گفت. او گفت مجلس پیگیری‌های لازم را خواهد کرد و در این مسائل انفعالی عمل نخواهیم کرد. از خیلی قبلتر یک تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی در دستور کار داشتیم. اینگونه برداشت نشود که به خاطر صحبت‌های اخیر که در اتاق بازرگانی زده شد ما تحقیق و تفحص انجام خواهیم داد. اون بحث مربوط به اتاق بازرگانی و بحثی که گفته شده، حالا اتاق بازرگانی اون عزیزمون گفتن مطلب ایطوری نگفتن، حالا دیگه ما وارد بحثش میشیم. طبیعتاً اون پیگیری لازم را حتما مجلس خواهد کرد و در ارتباط با 70 خیلی خوب اون جواب داده شده. خیلی خوب، اشکال نداره. آقا اجازه بدید ایشون پاس دفاع شده، دفاع هم میشه. دوستان موضوعات من میخوام به هم ارتباط ندید. اصلا یک تغییر تفحص از قبلم در رابطه با اتاق بازرگانی بوده، حالا چون شما گفتید من میگم. الان اگه بس بشه که تغییر تفحص، ممکنه این گونه برداشت بشه که به خاطر که این حرف زده شده این تغییر تفحص شده. نه، از خیلی قبل تغییر تفحص در اتاق بازرگانی بوده، در کمیسیون اقتصادی بررسی شده، در کمیسیون هم تصویب شده، تو نوبت خودش به صحنه میاد. من نخواستم این رو توضیح بدم که ممکنه وقتی برداشت بشه که چون اون حرف زده شده این کار میخواد انجام بشه. حتما مجلس تو این موضوعات انفعالی عمل نمیکنه. ما طبق روال قانون بحث خودمون رو دنبال میکنیم و پیش میبریم. رئیس اتاق بازرگانی در یک ویدیوی افشاگری گفته بود از اینکه این افراد کشور را اداره می‌کنند حس درماندگی دارم. یه واقعیت محض توی این مجلس که درش برای ما نکات مثبت توش اثر می‌گذارد. یعنی واقعا این مجلس ما می‌بینیم با بعضی‌ها صحبت می‌کنیم. ببینید نماینده شهر خود من بالاترین پستی که داشته محافظ آقای سالی انرژی بود. از این قبیل کم تو این مجلس نبود. یه خوبیش از این نظر برای خوبه اینا خیلی خالی هست.
عالمه خاری رو زود میشه بشه اثر کرد و نیازمند اینن که یه چیزی برن پشت یه تلفنی بگن و از این زمان من کنم ما احساس نیاز بکنن که ما شارژ کنیم یه چیزی دستمون بدیم پس این نظر این مصبت ولی واقعا عمقشون توی مسائل مثلا مسائل اقتصادی حالا غیر اقتصادی هم اینجوری ها اینقدر کمه که شما اصلا درمونده بشید که کشور رو مثلا اینو میخوان اداره کن. از اون طرف هم دوستان البته این مسئله که من میگم از خودم بهتر میدونم ارتباطشون خیلی زیاد یادتون هست. از این طرف چند روز پس از آن که معاون اول ابراهیم رئیسی مدعی شد تا پایان امسال هیچ کالای اساسی گران نمی شود، گزارش ها از افزایش قیمت مواد خوراکی در ایران خبر می دهد. در حالی که طی روزهای گذشته قیمت کالاهایی چون گوشت و نان گران تر شده، یک نماینده مجلس شورای اسلامی از احتمال دو برابر شدن قیمت گوشت و مرغ خبر داده است. محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی قاضی مرگ یک هفته پیش در جلسه ستاد تنظیم بازار مدعی شده بود که اقدامات انجام شده ستاد تنظیم بازار برای فراوانی اقلام، ثبات بازار و جلوگیری از گرانی ها تا پایان سال جاری و به ویژه در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان به صورت ویژه تر ادامه می‌یابد تا هیچ گونه افزایش قیمت و گرانی در کالاهای هدف اقلام اساسی و نیازهای مردم وجود نداشته باشد. این همه نشان می‌دهد آنچه به افزایش قیمت کالاها حتی مواد خوراکی اساسی منتهی می‌شود در نهایت سوء مدیریت و ساختار فاسد و رانتی اقتصاد ایران است. تیم اقتصادی دولت رئیسی نیز برخلاف همه وعده‌ها و انتقادهایی که از سیستم مدیریت اقتصادی دولت قبل داشت، اما نه تنها نتوانسته در تنظیم قیمت‌ها اقدامی انجام دهد، بلکه بلافاصله پس از آنکه معاون اول رئیس دولت 13 اعلام می‌کند در دو ماه پایانی امسال کالاها گران‌تر نخواهند شد، قیمت‌ها روند افزایشی را با سرعت بیشتری طی می‌کنند. از زمان روی کار آمدن آخوند رئیسی روزی نیست که رسانه‌های رسمی حکومتی خبر از افت شاخص‌های بورس ندهند و کمتر روزی بوده که خبر از تظاهرات مال غارت شدگان بورس نباشد. آخوند روحانی با پشتیبانی خامنه‌ای برای رفع کسری بودجه با تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس 300 هزار میلیارد تومان چپاول کرد و مردمی را که با فروش زندگیشان به امید کسب درآمدی در دوران رکود کرونا هست و نیستشان برباد رفته بود مثل دزدان سرگردن چاپید و رها کرد. رئیسی و سایر کاندیداهای پوششی او که اکنون معاونینش شده اند در نمایش انتخابات قول حل فوری و کوتاه مدت مسئله بورس را دادند، اما در حال حاضر آش به قدری شور شده که صدای تلویزیون حامی آخوند جلاد هم در آمده است. نه رئیسی و نه هیچ یک از معاونان و وزیرانش نه تنها حاضر به پاسخ به این سوال نشده اند، بلکه روزنامه حکومتی جهان صنعت روز 4 بهمن به نقل از حسینی قطب‌آبادی عضو کمیسیون صنایع مجلس نوشت این دولت برای بورس برنامه‌ای ندارد. البته این بی‌برنامگی مورد اشاره عضو مجلس از سر بلاهت و ناتوانی نیست، بلکه دقیقاً بخشی از نقشه راه دولت رئیسی است که در امتداد غارت‌های روحانی می‌خواهد اموال مردم را درست مثل دزدان سرگردان در یک بیقانونی زورمدارانه چپاول کند. به نوشته روزنامه حکومتی جهان صنعت در روز 4 بهمن حسینی قطب‌آبادی با اذعان به اینکه از بالای نظام به مجلس آخوندی گفتند که در این مورد وزرا را استیضاح نکنند، آب پاکی را روی دست مال غارت شدگان بورس ریخت که بدانند دادرسی در این نظام به دادشان نخواهد رسید و خلاصه چاقو دسته خودش را نمی‌برد و رژیم آخوندی در تنگنای خفگی اقتصادی تنها راه را دست کردن در جیب و سفره و حلقوم مردم می‌داند. 80 جنگنده اسرائیلی مسیر اسرائیل تا تهران را طی کردند. منابع العربیه خبر دادند نیروی هوایی اسرائیل هفته گذشته یک رزمایش مخفیانه و بی سابقه انجام داد که یک شبیه سازی از حمله هوایی به ایران بوده است. این منابع تاکید کردند جنگنده های اسرائیل در این رزمایش همان مسافت جغرافیایی تهران تا تل آویو را طی کردند. بر اساس این گزارش در این رزمایش جنگنده های F-16, 15, 35 و 2 هواپیمای سوخت‌رسان اسرائیل شرکت داشتند. این منابع افزودند بعید نمی‌دانند که آزمایش سامانه پدافند آرو اسرائیل در هفته گذشته بخشی از این مانور محرمانه و برای رویارویی با موشک‌های بالستیک شلیک شده از ایران در پاسخ به حملات احتمالی آینده تل آویو به تأسیسات هسته‌ای این کشور باشد. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود که مأموریت اصلی اسرائیل آسیب زدن به رژیم ایران است.
بنت پنج شنبه 20 ژانویه در حساب کاربری توییتر خود از نشست با رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل با هدف بررسی چالش‌ها به ویژه تهدید ایران خبر داد. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده است که مأموریت اصلی او و کشورش در مرحله پیشرو آسیب زدن جدی به جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی تهران در مناطق مختلف جهان است. از سوی یک وبگاه اسرائیلی اعلام کرد ایران یک بانک اطلاعات از مکان‌های مهم به ویژه تأسیسات اتمی و راهبردی اسرائیل برای حمله موشکی به آنها تهیه کرده است. این وبگاه گزارش داده که ایران در حال آماده شدن برای مرحله پس از شکست احتمالی مذاکرات وین و حمله اسرائیل به خاک خود است. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل هم هفته گذشته از قدرت‌های جهانی مذاکره کننده با تهران در وین خواست که علاوه بر پرونده هسته‌ای به رفتار خصمانه ایران و حمایت آن از گروه‌های نیابتی در منطقه رسیدگی کنند. او در نشست مطبوعاتی مشترک با وزیر دفاع یونان رفتار ایران را بازی دوگانه خواند و افزود مقامات ایران در حالی با کت و شلوار در مذاکرات وین حضور می‌یابند که گروه‌های نیابتی آنها در خاورمیانه حملات تهاجمی تروریستی خود را افزایش می‌دهند. در این هفته شاهد حملات آنان به امارات متحده عربی بودیم. سخنان مقامات عالی اسرائیلی در حالی است که طی سالهای اخیر تنش میان تهران و تل آویو به طور غیر مستقیم از طریق حملات سایبری، جنگ کشتی‌ها و بکارگیری گروه‌های نیابتی افزایش چشمگیری یافته است. ایران همواره اسرائیل را در حمله به تأسیسات و سایت‌های هسته‌ای خود متهم می‌کند. اسرائیل بارها اعلام کرده است که در صورت افزایش تهدیدهای تهران به طور یکجانبه علیه ایران اقدام خواهد کرد.